جناب آقای مشیری شب شما خوش. درود بر شما جناب موری گرامی، مرحمت فرمودید. بنده محروم شدم قربان از شنیدن صدای شما. خواهش میکنم. امیدوارم خسته نباشید. ببینید درود بفرستم خدمت هموطنان، همزبانان و دوستان رادیو صدای ایران. ممنونم آقای مشیری عزیز. حالا احوال خوبه؟ بسیار بسیار عالی قربان، خدمتتون هستم در لس آنجلس. این سفرها خستتون نمیکنه خدای نکرده؟ خستگی که سفر بدون خستگی میسر نیست. ببینید مخلص که یک تعدادی کتاب همراه دارم و این کتاب ها رو باید که حتما با خودم بکشم به این سو و اون سو. این است که قبل از سفر یک 7-8 روزی مشغول جمع‌آوری هستم و البته این خالی خستگی نیست، اما عرض کنم که دیدار دوستان همین خستگی ها رو رفع میکنه قربان. آقای مشیری راهش این است که از هر کتاب 2 نسخه داشته باشی. بله بعضی درست می‌فرمایید، اما بعضی این کتاب هست که یک نسخه بیشتر نیست متاسفانه. بیشتر کتابای تاریخه نه؟ بله مثلا فرض بفرمایید که از این نسخه لندن، چون روی شاهنامه کار میکنم، یک نسخه بسیار قطور بزرگی است که اینن عکسبرداری شده و از اون قطورتر و بزرگتر نسخه شاهنامه سنت جوزف هست و نسخه های دیگر. این است که مثلا نسخه چاپ مسکو بسیار بسیار مشکل هست تهیه این کتاب و هموطنی مرحمت کردن از اروپا برای من این دوره رو ارسال کردن و کتاب های دیگر. این است که و یادداشت ها، این است که این سفرها من باید همواره اینها رو همراه داشته باشم. این است که بعضی اینها رو پست میکنم، اما جمع آوری مرتب کردنش و دوباره گستردنش و به مطلب رسیدن اینها از کنم مشغولیت ذهنی داره و ایجاد خستگی البته میکنه همونطور که عرض کردم. اما خب فرمایش شما صحیح است، اگر میسر باشد که آدم از هر مأخذی 2 نسخه داشته باشه خب بسیار خوب هست، اما عرض کنم که در اختیار من نیست آقای مشیری. بله آقای مشیری. بله به هر صورت ما خوشحالیم که اینک در لس آنجلس تشریف دارید و در جوارتون هست. بله خدمتتون هستم، بسیار خوشحال هستم. یک سمیناری هم داشتیم خدمت دوستان بودیم. عرض کنم چون من در یک جای کوچک کار میکنم یا جلوی دوربین هستم، از دیدار دوستان همواره محروم هستم. این است که این دیدارها، این سمینارها برای من واقعا عرض شود که یک نعمتی عظیم هست که دوستان رو میبینم و همواره خوشحال هستم که در خدمت دوستان باشم. خب آقای مشیری این تحولات پی در پی در شمال آفریقا و در خاورمیانه در مجموع این طوفانی که سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا رو برداشته از دید تاریخی شما چه معنایی پیدا خواهد کرد؟ آیا اونقدر اهمیت پیدا خواهد کرد در تاریخ که فصل مهمی از تاریخ معاصر جهان رو به خودش اختصاص بده؟ براتون قابل پیش بینی هست؟ خدمتتون عرض میکنم آقای موری گرامی، فکر کنم در این مسیر بسیار پیش رفته این وقایع. مطلبی که خیلی مهم هست بایستی عرض کنم این هست که مردم خاورمیانه رنج دیده ترین مردمان جهان هستند، حادثه خیزترین مکانهای جهان منطقه خاورمیانه بوده، به لحاظ خونریزی، به لحاظ فساد و نفاق مذاهب. ما اگر نیک بنگریم از این 10 وقایع واقعی بزرگ تاریخ 6-7 واقعی بزرگ خونریزی اون در خاورمیانه بوده. مردم خاورمیانه همواره در معرض خونریزی ها و اسارت ها و گرفتاری ها بودند، از اون تمدن بابل بگیرید تا هر شبت که حمله اسکندر به منطقه، بعد ما از کنم حمله اسلام رو داریم و بعد مغول ها رو داریم و تیمور لنگ، یورش های چند ساله همه این منطقه رو تخریب کرده، آدم ها رو سر بریده هر شبت که، و بعد در عصر اخیر 2 جنگ جهانگیر اول و دوم اینها آتشش به خاورمیانه رسید. مجموعه عرض میکنم گرفتاری های فکری و این عرض کردم فساد و نفاقی که خاصه مذاهب بود و اینها مردم خاورمیانه رو بر روی هم از رنج دیده ترین مردمان جهان قرار میدهد تا رسیده این به عرض شود که عصر جدید که روشنی از اروپا آمده تا آنجایی که به انسان مربوط است و حیثیت انسان مربوط است و آزادی او مربوط است، هیچ خبری در این خاورمیانه نبود. گاه گاهی عرض کنم عباراتی ترجمه می شده است از این سخنان یونانیان در ارتباط با موضوع آزادی و دموکراسی و اینها، تا رسیدیم به عصر جدید و که همون حدود 150 سال پیش باشد و عرض کنم پیدایش روشنفکران در فرهنگ ایران و عرب نظیر کواکبی و عرض کنم که سید جمال و آخوندزاده و اینها، که اینها در واقع افق روشن اروپا رو دیدن و خواستند که این مردم رو بیدار کنن. و میخوام خدمت شما عرض کنم که مطلب بسیار بسیار مهمی که بایستی مد نظر داشت آن است که این سخن مسیح رو، حالا اجازه بدید معترضه عرض کنم، 8 سال پیش تازه آغاز کرده بودم این همین برنامه ها و اینها رو، چندین بار این سخن مسیح رو یا منسوب به مسیح رو بنده تکرار کردم که میفرماید که سرانجام حقیقت تو رو نجات خواهد داد. و این حقیقت رو من عرض کردم که این رو من به علم تعبیر میکنم، این علم ما رو نجات خواهد داد. حالا با توجه این مسئله عرض میکنم که بعد از پیدایش این جنبش های فکری در اروپا و در واقع عقب راندن دین از حیات از کنم که انسان ها در اروپا، رفته رفته این بیداری ها به خاورمیانه رسید، به ترکیه، به مصر، به ایران رسید و برای بیداری دست و پایی زدند. اما متاسفانه عرض کنم به واسطه سوابق تاریخی و فرهنگی و وجود نهادهای استبداد و دین، این خیلی کوشش های ناموفقی بود. کشور خود ما ایران چه میزان خونها ریخته شد، چه انسانهای بزرگی برای آزادی این مردم پای در میدان نهادند، چه میزان رنج تحمل کردند. واقعا انسان وقتی که این نوشتجات کستوی و دیگران را میخواند در ارتباط با مجلسی که گشوده شده بود در کشور ما، مجلسی که فقیر بود اما آزاده بود، مجلسی که عرض کنم هیچ گونه تشکیلات مالی نداشت اما غرور و شرافت داشت، و بعد زنهای ایرانی که با اسلحه از کنم به قول مورگان شوستر مسلح شدن و به مجلس آمدن و گفتن اگر شوهرهای ما این التیماتوم روس‌ها رو قبول بکنند ما چنین و چنان میکنیم. اینها از کوشش‌های بسیار درخشان برای آزادی بوده. در خود اروپا هم چون نیک بنگریم، این جنبش دموکراسی خواهی قرن 19 که در واقع پیامدهای انقلاب کبیر فرانسه بود، انقلاب آمریکا و اینها، همه اروپا رو فرا گرفت، بیشتر کشورها به دموکراسی روی آوردن. اما ناگهان این داستان عرض کنم که این تصادم آرا و این استکاک‌های منافع استعماری سبب شد که دوباره گرایش‌های دیکتاتوری اروپا رو فرو بگیرد و روزگاری میرسد که کورسویی از دموکراسی آزادی فقط در انگلیس هست و در فرانسه، و بعد دوباره بازگشت به دموکراسی هست، و بعد عرض کنم که دو قطبی شدن جهان و اینکه روس‌ها که در واقع در پناه عرض کنم که آهن و فولاد و خون اینها استعمار می‌کردند و بخش عظیمی از اروپا رو پشت پرده‌های آهنی گرفته بودند و اینها همه سرنوشتی در واقع تلاش‌هایی بود است در دوره‌های مختلف برای آزادی و موانع مربوط به آزادی، تا رسیدیم به عصر جدید و این انقلاب تکنولوژیک. این انقلاب تکنولوژیک در حقیقت همان حقیقتی است که مردم رو نجات داده. دیگر دنیا به وجه قدیم نیست. ما اگر نیک بنگریم در روزگار فرض کنید 1940 45 50 میشد دیواری بر اطراف کشورها کشید، میشد مردم رو از دسترسی به اطلاعات محروم کرد و میشد سانسور برقرار کرد و میشد دروغ گفت. عرض میکنم که در هر منزلی در جهان یک دستگاه حقیقتیابی است به نام کامپیوتر و اینترنت، به محض که یک کسی سخنی بگوید که عرض کنم شک و تردید در حقیقت اون باشد، با یک حرکت انگشت حقایق رو میشود آشکار کرد. این در واقع یک معجزه بزرگ بوده. اگر از بنده بپرسن بزرگترین معجزات علم چه بوده، عرض خواهم کرد همین اینترنت بوده که همه آدم‌های جهان رو به هم متصل کرده و در واقع دستگاه حقیقتیاب بوده و هر شخصی در هر مملکتی در هر منزلی از کنم که پشت درهای بسته میتواند با یک حرکت انگشت در جریان همه وقایع جهان و حقایق جهان قرار بگیرد. در واقع مردم ملت ها در واقع هم تحقیق میکنن. یعنی یک جوان ایرانی نشسته است در نمیدانم تنگستان یا در نمیدونم مراغه، میتواند به درستی دریابد که به لحاظ اقتصادی در آمریکا چه میگذرد، عرض کنم که درآمد فرد آمریکایی چه میزان هست، استراحتاش چگونه هست، تفریحاتش بر چه وضع هست، جاهای زیبا در جهان چه اتفاقاتی میفتد به طور روزمره. این است که این جهان دیگر اون جهان بسته قدیم نیست و این علم و تکنولوژی و این معرفت بود است که این جریانات رو تولید کرده است. حالا یک لطیفه هم من شنیدم پریشب که در این سمیناری که داشتیم یک دوستی آمد و گفت آقا این سه رهبر مصر رفتن به نمیدانم بهشت یا به جهنم حالا هرچه، و بعد از ناصر پرسیدن که آقا شما چگونه از مصر به اینجا فرستادن؟ ناصر گفته است به من زهر دادن. بعد به انور السادات میگن آقا شما چی شد؟ میگوید که ما رو با مسلسل کشتند و اینها. بعد حسنی مبارک میگوید که امان از فیسبوک، این فیسبوک منو بیچاره کرد، منو با فیسبوک اینجا فرستادن. و این سخن درستی است. در حقیقت هیچ کس نمیتوانست گمان کند که کشور مصر با که با مشت‌های آهنین حسنی مبارک و ارتش نیرومند اداره میشد ظرف 18 روز سرنگون بشود و حسنی مبارک بگریزد و پیش از آن در تونس اون اتفاق بیفتد. این است که ما رسیدیم به جایی از تاریخ و در مقطعی از تاریخ که جهان به بیداری رسیده. اگر ما به این عکس ها نگاه کنیم در خیابان‌ها، همه جوانهای جهان شکل هم هستن آقای موری، همه لباس های مدرن دارن، همه عرض کنم که تقریبا انگلیسی صحبت میکنن، یک شکل شدن. جهان جایی مثل یک منزل شده است واقعا. این هست که این بیداری سبب این شده است که این نظام های کهن تومارشان در هم پیچیده شود. این نوع استبدادی که عرض کنم که در قرن 21 امروز اعمال می شود که بسیار بسیار فرومایه تر و در بطن و طبیعت بسیار بسیار خطرناکتر از استبدادهای کهن هست، نظیر استبدادی که در ایران حاکم است توسط ملایان. اینها روزگارشون گذشته و جوانها امیدوار هستند. در واقع تاریخ قدیم در دست کهنسالان بود، تاریخ جدید در دست جوانان هست. جوان عرض کنم که از ویژگی ها شکل آن است که امید دارد، به آینده می نگرد، زندگی بهتر رو طلب می کند، عرض کنم که حوصله زیادی برای نگاه به گذشته ندارد. این است که عرض کنم که دنیای جوانی است و این موجی که برخاسته به گمان مخلص عرض شود که در واقع ما چون عمر کوتاهی داریم و برای ما 5 سال و 6 سال و 10 سال بسیار زیاد هست، این وقایع رو خیلی بطیع میبینیم. اما در یک نگاه تاریخی این وقایع خیلی خیلی سریع داره اتفاق میافتد آقای موری، و این فرمایش شما کاملا صحیح هست. این دوره از تاریخ خاورمیانه به عنوان یکی از وقایع بزرگ جهان در آینده از آن نام خواهند برد، به مثابه یک موجی که ناگهان آغاز شد و تمام این سیستم ها رو در هم گرفت و در واقع سیستم های قدیم، سیستم های استبدادی و حکومت های فردی و توتالیتر و اینها در نشیب گریز و انحطاط دارن. اینقدر هست که به اون سرعتی که ما آدم های کم عمر میخواهیم اتفاق نمیفتد، وگرنه هر کنم ظرف 10 سال آینده یا 15 سال آینده که خیلی خیلی مدت کوتاه و سریع در تاریخ، تومار همه اینها به گمان من در هم پیچیده خواهد شد و روزگار شلاق و کتک و سانسور و اختناق و اینها گذشته، به دلایلی که خدمت شما عرض کردم آقای مشیری گرامی. خیلی ممنونم آقای مشیری، دیدگاه بسیار جالبی رو مطرح فرمودید. آقای مشیری، قذافی در ارتباط با مخالفان خودش که بخش‌های شرقی لیبی رو تصرف کردن در اختیار خودشون دارن، گفته که اینها تحریک شدگان القاعده، اینها رو القاعده معتاد کرده و به دستور القاعده قیام کردند این معتاد شدگان. بله. ولی از سوی برخی از تحلیلگران که دیدگاه تاریخی دارند میگویند در واقع این حرکت‌های خاورمیانه‌ای اگر خوب بنگرید آیندهش نجات از ایدئولوژی و نجات از اسلامه. درود بر شما، عرض من همین بود. ببینید آقای موری گرامی، ببینید این دیکتاتورها همه یک جور فکر میکنن. ما اگر به تاریخ، ادبیات تاریخ رو نگاه کنیم، یعنی قلمی که در خدمت قدرت بود، از خواجه نصیر طوسی بگیرید تا خواجه نظام الملک دیگران، اینها عرض کنم در دفاع از استبداد هیچ راهی جز محکوم کردن مردم ندارند. در واقع تنها راهی که میماند برای توجیه استبداد، چون استبداد یک عرض کنم که پدیده غیر عقلی است، یعنی منطق انسان این چیز رو قبول نمی کند و کاملا ضد عقل هست که یک نفر به تنها تنخیش بر یک تختی بنشیند و با یک چماق و تعدادی عرض کنم که آدم کشون رو در استخدام بگیرد و بگوید عقل من از کل جامعه بیشتر است. شما در واقع این یک سیستم گله‌داری بوده، سیستم چوپانی، اتفاقا به همین وجه هم تعبیر می شده. مثلا سعدی فرزانه، من چندین بار این بیت رو تکرار کردم، به درستی دریافتم، میفرماید که گوسفند از برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست، چون به وضوح بدین گونه تعریف میشد، یعنی رعیت از گوسفندان بودن و سلطان چوپان. این سیستمی بود که عرض کنم که در قدیم بوده و ما در هر جای تاریخ نگاه بکنیم، نویسندگانی که در باب سیاست سخن گفتن و بر لزوم دیکتاتوری پای فشردن و در این باب قلم زدن، نفی مردم، حتی خواجه نصیر طوسی برای اینکه امامت رو اثبات بکند به طریق عقلی استدلالی میگوید چون مردم در واقع نیروی شر هستند، باز اینجا مردم رو محکوم میکنه، نیازمند یک امام هستند. این است که و در دیکتاتوری جدید دیکتاتور نگاه میکند ببیند که جهان بیشتر از چه چیزی میترسد. در روزگاری در کشور خود ما هم دیکتاتورها غرب را از چپ میترساندن، از توده‌ای، از کمونیسم میترساندن و بچه های آزادیخواهان را زیر عنوان سرکوب میکردن و وقتی که مقابل دوربین ها قرار میگرفتن و مورد سوال که شما چرا اعدام میکنید و سرکوب میکنید، میگفتن که اگر ما این کارها را نکنیم کمونیسم ایران را میگیرد، ایران ایرانستان میشود. در واقع اون حساسیت غرب رو نسبت به قضیه کمونیسم میدانستن. امروز هم این آقای قذافی میداند که غرب نسبت به القاعده به عنوان مثال بسیار حساسیت دارد، اینا چون القاعده اینها رو تحریک کرد. یک سخنان سفیهانه هم بر زبان رانده، از جمله این که این خارجی ها حشیش و هروئین و تریاک به این مردم اینا نشه شدن و در خیابان حالت عادی ندارن. ای مردم، یک مقدار خلوت هم از قدیم بوده یا خود رو به خلی زده بوده. سخنانی میگوید که حقیقتا مضحک است، میگوید که ای مادران مواظب باشید در قهوه بچه‌هاتون این آمریکایی‌ها چیز نریزن. این است که این مرد از کنم مردم خسته شدن از این آدم. این نیست که اگر دیکتاتوری آمد یا یک شخصی آمد یک دستاوردهای مادی داشت مردم او را دوست داشته باشن الزاماً. مردم ما و مردم جهان اگر در واقع در اون اصلاحاتی که می شود در واقع دستی نداشته باشن و سهمی نداشته باشن، اون اصلاحات رو به دیده نفی و انکار نگاه میکنه. این آقا کار بسیار کرد، اما از سال 69 تا امروز این قدرت مطلق لیبی بوده و جنایت هم بسیار کرده. البته میگویند در عرض کنم یک روز حدود 1000-1500 نفر زندانی رو قتل عام کرده. این است که این آقا ببخشید آقای مهری، خواهش می‌کنم. آقای مهری ایشون 6000 نفر میگن کشته. بنابراین امروز این آقا به جهت اینکه القاعده، اولا خدمت شما عرض میکنم که القاعده به قدری ضعیف شده که در واقع قدرت یک تلفن کردن رو هم ندارد. یعنی تا اونجایی که این گزارش‌های امنیتی نشان میدهند در منطقه افغانستان اینها معلوم نیست که این آقا و اون ملا عمر کجا پنهان شدن. اون آقای عرض کنم از ظواهری و اینها دیگر توان این که مردم کشوری رو برانگیزن یک ندارن، دو به طور کل مردم روی برتافتن. یعنی قاطبه مسلمانان، حتی اون گروه هایی که رادیکال بودن بنابر گزارش هایی که هست دیگر دوستدار القاعده نیستن. این است که نتوانست در واقع برای خود جاذبه ای ایجاد کند بین مسلمین. این است که این سخنان آقا یک سره باطل هست، مانند سخنان سایر دیکتاتورها هست که هر کسی به بنابر در واقع موضع خود و وضعیت سیاسی خود یک آزادی خواهان را به جای منتصب میکنه. شما ملاحظه بفرمایید، نگاه کنید به این وضع هر شود که رفقای خودمان در ایران میگویند موسوی مأمور موساد هست. من دیروز نگاه میکردم CNN، یک آقای به نام مرندی که میگفتن پروفسور دانشگاه هست و از دوستان علی همین آقای احمدی نژاد هست، ایشون میگفت اینها از مجاهدین کمک میگیرن، مجاهدین اینها رو پشتیبانی میکنن. به چه دلیل؟ به جهت اینکه مردم داخل کشور خب عرض کنم که مجاهدین رو بسیار دوست نمیدارن و میگفت که اینها عرض شود که دولت های اسرائیل و اینها اینا کمک میکنن. اینها برچسب هایی است که این دستگاه های عرض کنم که خونخوار دیکتاتوری به آزادی خواهان میزنن. هرگز هیچ دیکتاتوری نیامده است بگوید که من آزادی خواهان رو میکشم یا اینهایی که برخاستن آزادی خواه هستن. در روزگار گذشته خودمان هم به همین وجه بود. حتی در بعض از مصاحبه ها وقتی که در خارج کشور تظاهرات میشد برای آزادی یا برای رهایی از زندان سیاسی، میفرمودند که اینها ایرانی نیستن، اینها معلوم نیست کجایی هستن، اینها برای این هست که ایران رو بفروشن، اینها خائنین هستن. از اینجور صحبت‌ها در کشور ما بود، امروز هم هست متاسفانه. و سایر دیکتاتورها هم هیچ دفاعی ندارن در واقع و هرگز نخواهند گفت که ما اینها که برخاستن آزادی خواهان هستن و ما اینها رو از صحنه سیاست و مقدرات ملی بیرون کردیم، حالا اینها آمدن مطالبات خود رو از ما بگیرن. هیچ دیکتاتوری هرگز در تاریخ چنین سخنی نگفته. حالا میرسیم به آقای لیبی و آقای معمر قذافی که اندکی سبک عقل هست، تنک عقل هست به قول معروف. و البته سخنان او خنده‌آورتر هست. میگوید اینها مواد مخدر کشیدن آمدن در خیابان‌ها. این است که این سخنان لاتائل و نادرست جایی و عرض کنم نه جامعه بین‌الملل اینها رو میپذیره، نه مردم جهان، نه مردم لیبی. این است که بله بنده هم شنیدم که از این دست سخنان میگن و مردم لیبی سنگر به سنگر مشغوله. و یک مطلب دیگری هم که باید عرض کنم که خیلی خیلی اهمیت دارد این است که تا حدود میتونم عرض کنم 35 یا 40 سال پیش سیاست کشورهای بزرگ بر این بود که عرض کنم که دیکتاتورها رو پشتیبانی بکنن، به جهت اینکه عمل دیپلماتیک بسیار بسیار سریع هست، به خاطر اینکه عرض کنم منافع رو سریعا یک نفر میتواند تامین بکند. و بعد که سخن از دموکراسی میشد میگفتن که این دیکتاتور که در اونجا هست این میتواند رفته رفته در واقع یک نظام اقتصادی ایجاد بکند و بنیادهای مالی. وقتی بنیادهای مالی پراکنده بود در کشور و توسعه یافت، این مدیریت مختلف و متنوع رو طلب میکند و رفته رفته این خواهد در واقع این یک دروازه برای دموکراسی خواهد بود. بدین جهت بود که فرض کنید که در همین آمریکا روزگاری که مخلص آمدن به آمریکا که عرض کنم که ماه جون 1974 بوده، بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی استبدادی بود و مستبدین رو هم CIA تربیت کرده بود در یک جایی در پاناما و اینها، و دیکتاتورهای خاورمیانه و عرض کنم آفریقا و اینها پشتیبانی می‌شدن. اما در واقع علم سیاست جدید و جامعه شناسی جدید و اقتصاد جدید، این دانشمندان علم الاجتماع کتاب‌ها نوشتن و بدین نتیجه رسیدن که گسترش اقتصادی به غلط مشهور بوده است که زیر سایه استبداد میسر است و اینها آمار نشان دادن، جوامع مختلف رو بررسی کردند و یک کتاب بسیار مهمی هم در این باب منتشر شده است به نام عرض کنم که دموکراسی اند دیولپمنت که اونجا ثابت میکند که این سخنی که استبداد سبب گسترش اقتصاد می شود و از اون داستانهایی که عرض کردم کاملا خطاست. ثبات سیاسی و گسترش اقتصادی فقط زیر سایه دموکراسی است که میسر هست. این است که چهره سیاست جهان هم دگرگون شده، یعنی تا اونجایی که به سازمان ملل متحد مربوط است، تا اونجایی که عرض کنم به قدرت‌های بزرگتر از میتوان تاثیر داشته باشند، اینا به این نتیجه رسیدن که بایستی از مردم و آزادی و دموکراسی پشتیبانی بکنند، نه از دیکتاتورها. علتش هم این هست که اگر فرض بفرمایید که یک قدرتی مثل آمریکا مراودات خیلی نزدیک با یک دیکتاتور برقرار کرد، رفته رفته اون شخص در اون کشور در واقع جزئی از اون ملت شناخته نمیشه و بیشتر آمریکایی شناخته خواهد شد و بعد از سقوط او در واقع اون دولتی که بر کار می آید عرض کنم برای که نگویند که این در راستای همون رژیم سابقه است، اینه که خصومت دشمنی رو با اون کشوری که پشتیبانی میکنه انجام میدن. این است که آینده این کشورها در ارتباط عرض کنم که احترام‌آمیز با مردم هست. این رو فهمیدن آقای مهری، این مطلب رو کاملا فهمیدن. حالا اگر گاهی سستی ها هست، انسان تعجب میکنه، نظیر سستی که آقای اوباما کرد در جنبش سبز، اما امروز که نگاه میکنیم ببینیم که کاخ سفید و دستگاه سازمان ملل متحد وزارت امور خارجه، اینها عرض کنم قویاً پشت سر مردم ایران ایستادند و از دموکراسی پشتیبانی میکنند. آقای مطیع گرامی، ممنونم. آقای مشیری، یه سوالی که از چند دهه پیش هرچه بیشتر مطرح میشه در سطح دیپلماسی بین المللی این است که جهانیان در چه مواردی باید در امور داخلی یک کشور دخالت کنند، چون این روزها سخن از این است که آیا باید به لیبی به خاطر نجات مردمش حمله کرد یا خیر. سوال این است که آقای مشیری، آیا نقض حقوق بشر یا کشتار و قتل عام شهروندان یک کشور به کشورهای دیگه به راستی اجازه دخالت در امور داخلی اونها رو میده؟ آقای مدیر گرامی، خدمت عرض کنم که اساساً هیچ کشوری نبایستی در مراتب مربوط به وضعیت داخلی کشور دخالت بکند. این در واقع بی احترامی به اون کشور، به اون قانون اساسی، به اون حکومت هست. این یک اصل است. اما اگر یک دیوانه‌ای ظاهر شد، فرض کنید در منطقه همین عرض کنم که اروپا، اگر به خاطر داشته باشیم اون داستانی که در عرض کنم که بوسنی هرزگوین اتفاق افتاد و اون جنایات فجیعی که در حق مسلمین میرفت و اون همه کشتارهای عجیب که اینها کردن، اگر قدرت سازمان ملل نمی بود هیچ کس نبود از اینها دفاع بکنه و در واقع نیروهای آمریکایی بودن که عرض شود که به داد مردم رسیدن و این کشتار رو متوقف کردن و اون عرض کنم که ژنرال های اون منطقه رو دستگیر کردن و اون رئیس کلش که اسمش من یادم رفته، میلوسویچ، اون رو به دادگاه بردن. من فکر میکنم که اگر یک آدم دیوانه‌ای پیدا شد نظیر قذافی که در واقع بیرون از هیته عرض کنم که مراتب مربوط به حقوق بشر شروع کرد به بمباران مردم و قتل عام، من فکر میکنم که این یک قدرت بین المللی بایستی باشد که در واقع پشتیبانی از اون مردم بکند، وگرنه اینکه البته که آقای قذافی اون میزان اسلحه دارد که بتواند ظرف 5 روز تمام مردم لیبی رو قتل عام بکند. این است که در این مورد به خصوص که جلوگیری از کنم که کشتار و قتل عام هست، من فکر میکنم یک نیروی بایستی باشد توسط سازمان ملل متحد، نه توسط یک کشور، که بتواند که عرض کنم که از قتل عام مردم و انهدام کشور جلوگیری بکند. آقای مهری گرامی، در کوزوو و اون منطقه اگر که نیروهای ناتو نمی بودند، این آقای میلوسویچ و ژنرالاش خدا میدانند که به روز مردم چه میآوردند. وقتی که این گورهای دست جمعی رو کشف میکنند و این اجساد مسلمانان بیچاره که هیچ گناهی نداشتن جز مسلمانی، انسان عرض کنه فکر میکند که اگر این نیروها نبودند و اینها می توانستند قدرت خود رو داشته باشند، چه کارهای فجیعی که انجام نمیدادند. آقای مشیری، امروز قویاً شایع شده بود که آقای خامنه‌ای ساعت 4 بامداد به وقت ایران دچار حمله مغزی یا قلبی شده، بردنش بیمارستان، همینجور خبر در پی خبر می آمد که البته خب معلوم شایعه بوده. و از صورت در این زمینه آقای مشیری، یه نکته آقای گنجی روزنامه‌نگار نوشته، میگه من به خاطر دارم وقتی در سالهای 68 و 69 در گپ‌های دوستانه اعتراض میکردیم که این چه کسی است که رهبر شده، منظور خامنه‌ای است، بله، و اوضاع کشور بهتر که نمیشود بدتر خواهد شد، دوستان در جواب میگفتن که بیماری سرطان و چندین بیماری دیگر او داره و چندان زنده نخواهد بود. اکبر گنجی میگوید همیشه در طی این سالها همین مدعا را شنیده ایم. درست گفته. اما 22 سال از آن زمان گذشت و این فرد 70 ساله همچنان رهبری نظام فقیه سالاری رو در دست داره. من همیشه با خود درباره یک احتمال اندیشیدم، نکند شایعه مرگ سریع علی خامنه‌ای را خودش از طرق مطمئنی پخش می‌کند، چون انتشار این خبر در جامعه ایران با توجه به مشخصات مردم ما نوعی مظلومیت به او میبخشد. آقای موری گرامی کاملا درست گفته، اکبر گنجی صحیح گفته. در اون ماجراهای پیشین اتفاقا من یک دوست محترم و دانشمندی دارم در مسکو هستن، گاهی با هم گپ میزنیم. وقتی ماجرا شروع شد گفت منتظر این باشید که آقای علی خامنه‌ای خود را به بیمارستان برساند و شایعه مرگ او رو پراکنده کنه، و همین کار رو هم کردن. در واقع شایعه کرده بودن که این علی از کنم که بسیار وضع جسمی خرابی دارد و ممکن است امروز و فردا جان به جان آفرین تسلیم کند، که نشد. و میبینیم در فیلم هایی که صحبت میکنه یک آخوند خیلی عذر میخوام گردن کلفت با پوست سالم و عرض کنم که مسلط به خود و مسلط به سخن خود و این همه حرامزادگی و توطئه از دین عمامه این آدم بیرون آمده، از یک آدم مریض نمیتواند باشد. این است که این سخن رو نباید پذیرفت. مردم ما مردم رقیق القلب بسیار بسیار حساس هستند، نسبت به مرگ، نسبت به قضایای این چنینی خیلی حساسیت دارند. ممکن است اینها تاثیر بگذارد و اندکی سوس بشود. این است که هر شود که بهترین دیکتاتور به گمان من دیکتاتور مرده است و این علی اگر امروز از این جهان برود، که البته جایی نمیرود، میرود به قبرستان، بهتر از فرداست. این است که هیچ گونه حس دلسوزی و هیچ گونه حس نمیدونم سمپاتی و اینها نسبت به این آدم نباید داشت. این مرد نامرد خیلی عذر میخوام، یکی از پلیدترین آدم هایی که در ایران قدرت یافته. یعنی اعمالی که در روزگار این آدم بر حق ملت ایران اعمال شد در روزگار هیچ کس نشد آقای مهری، یعنی دیده نشده است در تاریخ ایران زمین. با وجود مغول ها، با وجود ترک ها، با وجود تیمور لنگ که او هم البته از ترک ها بود، اینها مردم ایران شکنجه شده باشند تا این حد و به اونها تجاوز شده باشند. چنگیز خان مغول که در واقع خونخوارترین آدم تاریخ شناخته شده و مشهور از 30 میلیون نفر انسان از دم تیغ گذشته، به سردارانش دستور داد که مطلق کسی رو شکنجه نکنید، به هیچ وجه شکنجه نکنید. در میدان جنگ شما عرض میکنم که دفاع میکنید، جنگ میکنید، میکشید، اما انسان اسیر رو شکنجه نکنید. این فرمان چنگیز خان مغول بوده. شما تصور بفرمایید یک آدم آخوندی مثل این آقا که شما اگر به سابقه در واقع این مدارس طلبگی آخوندیسم چیه و نگاه کنیم، در میابیم که مردم ما با صداقت کامل، با طیب خاطر رنج بردن و حاصل زحمات خود رو به اینها دادن که در این مدارس نشستن و عرض میکنم تعبیر دروغ کردن و سخنان دروغ پراکنده کردن و در واقع اینها هر یکی یک کارخانه دروغ سازی و خرافات بوده. وقتی که به قدرتن، به جای قدردانی از مردم بزرگ ما، به جای در واقع عرض کنم که آوردن عدالتی که در مملکت ما نبوده، اینها کاری کردن که هیچ کس در تاریخ نکرده. من فکر نمی کنم با توجه به این که ما صدها از این کلان اهریمنان داریم، میگوین آیت الله، بنده عرض میکنم کلان اهریمن در ایران داریم و همه اینها جیرخوران همین رژیم فاسد عرض کنم که جنایتکار هستن. اما از همه اینها 3 نفر اینها یک نقی زده است. 3 نفر آقای مهری، یکی اون دستقیب شیرازی است که خود از جنایتکاران معروف قدیم هست، یکی اون آقای صانعی، یکی هم یک وحید خراسانی بوده است و اون منتظری. 4 نفر از این کلان اهریمنان آمدن از مردم مثلا دفاعی بکنن. جای اون داشت که این آقایان که وقتی مثلا رشدیه مدرسه باز میکرد برای تعلیمات بچه ها، یا میرزا عبدالله مدرسه موسیقی بازی میکرد، اینها نعره برمی داشتن که وا اسلام و بیضه اسلام در خطر است. امروز میدانستن که به درستی اسلام در خطر است. یعنی اینها اگر همتی نکنند و عرض میکنم که با مردم نباشند و در راه بازگرداندن عدالت در مملکت اینها سهمی نداشته باشند، این بساط ابا عبدالله الحسین در مملکت ما برچیده خواهد شد آقای مهری. و بساط عرض میکنم همین ملاهای عرض میکنم اهرمن صفت که خدمتتون عرض کردم، این است که این یک وضعیت کاملا غیر عادی و اینها مردمان کاملا غیر عادی، صاحب اندیشه های غیر عادی و جنایات غیر عادی و سوء استفاده های غیر عادی بودن در این مملکت ما آقای مهری گرامی. و مردم ما در واقع بیزار شدن از این دستگاه و از این اسلام سیاسی. مامه و آخوند و عرض میکنم منبر و هر چه مربوط به این داستان هست، نه تنها حیثیت سیاسی خودش از دست داده، حیثیت تاریخی خودش آقای مهری از دست داده است. آقای مشیری عزیز خیلی ازتون ممنونم. درود بر شما قربان. درود بر شما. با تا هفته آینده. بله در خدمتتون هستم. با سپاس. روز شما بخیر همتون.